سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا ویدیو امروز که قراره با شما به اشتراک بذاریم در رابطه با آموزش پایه است که خود آقا مهتی حالا زحمتش میکشه. من قراره امروز برای اولین بار حالا جلسه آموزش با سایت، یعنی پات کردن با استفاده از سایت، یعنی که فکر کنم جلسه چهارم میشه یا پنجم میشه پنج. چون الان یه جلسه که ما بحث استنسمون بود، یکی بحث کیو اکشن ها بود که ما یه جلسه کلا در رابطه با کیو اکشن اینا صحبت کردیم که حالا در کنارش یه مرور داشتی، یک مقدار کنترل کیو هم کار کردیم و دیگه بحث افکت ها بود دیگه، اف ای زیر اف ای رو. فکر کنم جلسه 4 و 5 میشه که من الان امروز قراره با هم دیگه آموزش سایدو بهش بدم، ولی به خاطر اینکه تایم ویدیوم زیاد نشه بچه‌ها، من داخل کانالم همین که حالا با تو تصویر میارم یک ویدیو در رابطه با پات کردن با استفاده از سایت چپ و راست گذاشتم. همون توضیحاتی که در اون ویدیو دادم، من قبل اینکه ویدیو رو شما ببینید، من با آقای مهتی همه توضیحات رو دادم و قراره از الان به بعد بریم برای ضربه زدن و سعی میکنم در حین ضربه زدن هر توضیح و نکته‌ای باشه چه برای آقای مهتی چه برای حالا شما بگم حتما بهتون. پس در ادامه این ویدیو با ما باشید. خب بریم. خب نه، شما ضربت رو بزن، من برای بچه ها توضیح میدم. خب قدم بعدی آموزش با سایت، یعنی این سطحش یک مقدار سخته و من خودم سعی میکنم همین تمرین رو سعی میکنم براتون بسازم با توضیحات کامل که میتونه خیلی مفید باشه. و این تمرینی که گذاشتم در قدم بعدی، آقا مهتی باید دونه به دونه توپ آبی رو پات بکنه و با استفاده از این کوشن، با استفاده از ساید راست، کیوبالش رو تو مسیر این توپا قرار بده. خب اینجا دیگه نیاز داره که چقدر باید ساید داشته باشه، چقدر باید پاور داشته باشه و اینا کلی نکته توش میتونه باشه. و همینجوری هم که بهتون گفتم، آفرین تو مسیرشه و بهشم خورد، آفرین. و سعی میکنم همین تمرین رو خودم براتون توی یک ویدیو جداگونه براتون بذارم که خیلی هم تخصصی تر بشه، همین که میتونه پر از نکته. و من برای شروع فقط برای استارت کار سطح مبتدی فقط گذاشتم دونه دونه کنون اتفاق بیفته. خب تو مسیر توپ 4 بود. خب عالی، بریم برای تمرین بعدی. خب خیلی عالی، ما هدفمون موقعیت گرفتن توپ مشکی نیست، ما فقط داریم تمرین میکنیم که هم یک پات سعی داشته باشیم با استفاده از ساید راست. خب عالی پسر، خیلی خوبه، همین نکته هایی هم که بهت گفتم. اما برعکس هم اتفاق هم میفته، قرار نیست که خیلی جهات شما از راینینگ سایت استفاده بکنی، یه وقتایی نیاز داری چک سایت بیاد. چک سایت باعث میشه که سرعت کیو بال من بعد از برخورد کشن گرفته میشه و زاویه رو هم تنگتر و بسته‌تر برای من میکنه. خب در بحث چک سایت هم همینه، شما همون نکته‌ای که برای راینینگ سایت استفاده میکنی بحث انحرافا، تو بحث راینینگ سایت هم تو بحث چک سایت هم همونه. بعد در هر دو حالت اینو دقت داشته باشی. من اینکه دیدم در بحث اف ای زیر با استفاده از سایت که حالا ما ورود نمی کنیم به اون قصه، اون دیگه قضیهش فرق میکنه، اون دیگه یه خورده تخصصی تر. خب با استفاده از ساید راست که راینی ساید اتفاق میافته، اون چرخشی که به کیوبال داری توپ میشکی تو پات میکنی، حالا با استفاده دوتا کوشن حالا موقعیت توپ صورتی تو میگیری. هدف اینه که شما یاد بگیری با استفاده از ساید به چه صورته. عالی، خیلی خوب زدی، آفرین. حالا دوباره یه بار دیگه بزن، پاورتو میتونی یک مقدار بیاری پایین تر. آره البته برای رفتن برای توپ صورتی همین کافیه، ولی میخوام یه چیز دیگه یه توضیح بدم.
خیلی خوب زده، آفرین. خب این بهش میگن راینینگ سایت. حالا در بحث پات کردن توپ ها با استفاده از سایت، تنها چیزی که باید خیلی دقت داشته باشی، یعنی تنها چیزی که یعنی مهمه، فقط انحراف کیوبال به کنارا، دیگه تو اون خط لاین قرار نیست بره کیوبال. یعنی چی؟ حالا بیا اینجا، یعنی که وقتی که تو از ساید راست استفاده میکنی باید حواست باشه که انحراف کیوبال یک مقدار به سمت چپ خودت اتفاق میفته و اون نقطه برخ و خط لاین دیگه تغییر پیدا میکنه. خب اینم باز بستگی داره که تو چه پاوری بزنی، یعنی اگه تو پاورت خیلی بالا باشه انحراف کیوبالت هم بیشتر میشه، یعنی باید به مراتب اینقدر بزنی که اینو بتونی پیدا بکنی. همین. خب حالا شما بیا یه زبه دیگه بزن، پاورت تو نسبت به دوتا زبه قبل باز یک مقدار میتونی ببری بالاتر. وقتی پاور میره بالا که باید چیکار بکنی؟ الان دیدی انحراف و چیز چقدر اتفاق افتاد. ببین یه چیزی بیام اصلا رو همین نیم دایره بهت من توضیح بدم، همینجا وایسا. ببین شما الان، من همین رو این منطقه دی توضیح خیلی کوتاه بهت میدم که ذهنت باز بشه. شما کیوبال در نظر بگیر، نصف دایره است درسته؟ شما یه دایره کامل رو در نظر بگیر، فکر کن کیوبال شماست. اوکی، شما از مرکز کیوبال تا اینجا از بهش میگن افه زیر، که این خط میشه مرکز کیوبال من، یعنی مرکز کیوبال، یعنی بدون هیچ افکتی. خب از اینجا تا بالا میشه تاپ اسپینگ، از افکت های رو. هر چقدر بالاتر شما بزنی نسبت به اون پاوری که داری، چرخش کیوبالت بیشتره. یعنی که اگه شما نقطه افکتت اینجا بزنی، مثلا با 5 بزنی با پاور مثلا 50، شاید مثلا من مثلا 1 متر بره جلو، ولی اگه با همون پاور اینجا بزنی بیشتر میشه. پس اینجا باعث میشه که چرخش کیوبالتو بیشتر میشه. خب در رابطه با سایت هم همین، شما چیزی که یاد گرفتی از ضربه های تاپ اسپینگ، یعنی از مرکز کیوبال تا اینجا یاد گرفتی. خب اما با استفاده از سایت، این کناره هایی که دست میکشم خط میکشم بهش میگن ساید راست، بهش میگن ساید راست. شما در این قسمت ضربه میزنیم میشه ساید چپ. خب حالا شما هر چقدر نقطه افکتت اینجاها برخورد بکنه، چرخش کیوبال تو کمتره. هر چقدر بیای به کناره های کیوبال ضربه بزنی، چرخش کیوبال زیاده. اونم باز نیست، بستگی داره که تو چه پاوری استفاده بکنی. وقتی که شما هر چقدر میای به سمت کناره ها ضربه میزنی با پاورهای بالا و متوسط، حتی در پاورهای پایین تر انحراف کیوبال در ضربات سایت بیشتره و باید خیلی دقت داشته باشی. حالا یه بخشی هست تو میای با پاور 50 اما از ساید استفاده میکنی، اما کمتر راه میره سایدش. دلیلش اینه که داری تو از ساید اینجاها رو هدف میگیری، یعنی اگه این مرکز کیوبال من باشه اینجا رو هدف میگیری. پس اگه میخوای چرخش کیوبال تو زیاد باشه و بیشتر راه بره، باید بیای سمت کناره ها، یعنی ساید تو بیشتر بگیر، نقطه افکت تو بیشتر بگیر. اگه سوالی چیز داری باز بگو، الان بگو که من بگم. حالا باز اوکی، حالا هر سوالی که به ذهنت میاد. این در رابطه با تاپ اسپینگ بود از راینینگ سایت و چک سایت، اما در رابطه با افیزی انشالله تو جلسات بعدی، بعد اینکه مسلط شدی رو پات کردن با استفاده از ساید حالا چپ یا راست، اونم تو قسمت های بالای کیوبال، انشالله میریم سمت افیزی، چون تو افیزی برعکس اتفاق میفته. آره، بحث انحراف ها هم باید حواست خیلی جمع باشه. این آها دیدی الان چقدر انحراف اتفاق افتاد، کیوبالو قشنگ چقدر از لاین خارج کرد، که همون بحثی که وقتی که تو از پاور بالا استفاده میکنی. خب حالا بیا الان یه توضیح بدم. خب شما وقتی که در این پوزیشن هستی از ساید چپ استفاده میکنی، خب وقتی از چپ استفاده میکنی کیوبالو یک مقدار میاره سمت راست. اگه نقطه افکت به عنوان مثلا بدون هیچ افکتی اگه اینجا باشه، اینجا هست، من اگه از ساید اینجا استفاده بکنم، خب اگه همینجا رو با ساید چپ استفاده کنم قطعا افکتمو میاره اینجا و کیوبال و تو وجود مثلا میخوره اونجا. پس چیکار کنم؟ پس من اگه نقطه افکتم اینجا باشه، همینجا باشه، از ساید
چپ میخوام استفاده کنم، چون انحراف کیوبالم سمت راست داره، پس من میام زاویه‌ام رو یک مقدار بیرون تر میگیرم که وقتی که کیوبالم انحراف داشت تو موقعی که برخورد دقیقا روی افت اتفاق میفته. و نکته آخری که باید خیلی دقیق داشته باشید در رابطه با سایت، به هر حال مرکز کیووال من که بارها گفتم این کیووال منه، درسته؟ این خطی که اینجا داره کات میشه این هم سایت اتفاق میفته، اما از مرکز کیووال داره اتفاق میفته. شما وقتی که از سایت استفاده بکنی دیگه تاپ اسپینگ اتفاق نمیفته. تو همون بحث اینکه کیوبال بعد از برخورد به توپای حالا هدف، حالا هر توپی که میخوای پات بکنی با چه زاویه‌ای خارج میشه که بعدش برخورد بکنه به کشن، خب زاویه بیشتر میخوای بری، خب میای سمت همین تا الان به توضیح دادم افکت های بالا. خب شما اینم تو این خطی که بخوای ضربه بزنی اینم خودش سایده راست اتفاق میفته، تو اینجا ساید چپ هستش. یعنی شما اینم باز بستگی داره که برای چه کاری میخوای استفاده کنی که تو مرکز کیوبال با استفاده از کنارها چپ و راست استفاده بکنی. یعنی موقعی که شما توپ مشکی رو پات کردی، الان توپ مشکی رو پات میکردی، اگر از مرکز کیوبال ساید استفاده میکردی قطعا دیگه سمت دوتا کشه نمیرفت، احتمال داشت مستقیم بخوره پشت خود توپ مشکی بخوره به کشن و صاف برگرده. حالا من تو تصویرم سعی میکنم بیارم و ضربه بزنم و تفاوت اینجا با اینجاها چیا میتونه باشه. تو این منطقه سایز زدن تو این منطقه خیلی شبیه و کاربرداش خیلی شبیه، ولی این مرکز یک مقدار فرق میکنه که شما بستگی داره. همون در اولش گفتم به خاطر اینه که کیوبال بعد از برخورد به توپ هدف با چه زاویه‌ای خارج بشه به سمت کشن بره، با زاویه 90 درجه خارج بشه، با زاویه مثلا 60 درجه حالا کمتر یا بیشتر. این هم خیلی دقت داشته باش بچه‌ها، به امید دیدم. حالا ما هدفمون اینه که شما آروم بزنی که با چه زاویه‌ای خارج میشه. دوباره بزن، سعی کن پات بکنی. الان دیدی کیوبال بعد از برخورد به توپ مشکی با چه زاویه خارج میشه؟ حالا ما میگیم با این زاویه حالا بیشتر از 90 درجه. حالا شما از ساید همون راست استفاده میکنی، شما از ساید راست استفاده میکنی اما از مرکز کیوبال، پس ببینم با چه زاویه ما خارج میشه که شما بدونی فقط تفاوتش این میتونه باشه. شاید اصلا زیرم اتفاق بیافته، ولی بس الان دیدی خورد پشت توپ مشکی که همون توضیحی که بهت دادم خیلی مهمه. فقط کاربرد اون مرکز کیوبال اینه که شما چه نقشه‌ای چه تصمیمی داری که شما از چه زاویه‌ای خارج بشی، ولی خب تو پاوه افکت‌های بالا کلن شبیه اونم باز بستگی داره که چه پاوری بخوای بزنی. حالا بذار من بزنم خودم. کجا خورد؟ این نبود. نه خب بس دقت کن، ما آروم میزنم که تو ببینی. گچول آه شما فقط ببین این کجا میخوره، من برای تو میزنم که تو هم یاد بگیری. من الان اینجا از تاپ اسپینگ ساید راست استفاده میکنم، درسته؟ اینجا درسته؟ پس با چه زاویه خارج شد؟ حالا به من بده.